استرینای یوتیوبرا فصل سوم اومدیم با یک آدمی که لقبش تاکسیکه، ولی آیا خودش تاکسیک هست یا نه؟ عرفان تاکسیک خیلی خوش اومدی. علی جان، علی بچه ها، علی اینطوریه که گفته خب بگردم توی یوتیوب یه یوتیوبری پیدا کنم که هیچی از فوتبال سرش نیست، یه دونه بازیکن مثل آدم نمیشناسه، یه بار تو زندگیش فیفا نزده، همونو پیدا کنیم بیایم باش درفت بگیریم که اصلا نمیدونه درفت چیه. چرا من دقیقاً چرا من ماینکرافت پلیرم؟ چرا یکی از جذابیت درفت و استرینای یوتیوبر همونطور که میدونید دو تا جذابیت داره، یکی به اونایی که فوتبال و فیفا رو کامل بلدن یه حال دیگه ای داره، ولی اونایی که بلد نیستن فصل یکم دیدی آخه ببین علی بلد نیستن نبودن داریم تا بلد نبودن اصلا من اصلا خیلی بلد دیگه ای داره بچه. الان قبل ویدیو علی داشت چهار تا چیز توضیح میداد، گفت مثلا میگفت آقا فلان پوزیشن، بعد میگفت اینم نمیدونی یعنی چی، اینم نمیدونی، میگفتم نه نمیدونم یعنی چی. خب واقعا بچه ها به سیف کیلومتر به معنای واقعی کلمه هستش عرفان، چه تو فوتبال چه فیفا، ولی قراره که رکورد رضا رو بزنه دیگه، یعنی اومده که رضا که هیچ بلد نیست، رضا خیلی اومده که رکورد رو بزنه. بچا اگه دوست دارید علی رو ماینکرافت نشه سرویس کنیم همینجوری مثل من گیج بشه، تو کامنت ها رو بهتر کنید به 1000 2000 تا برسونید، من علی برم دارم میبرم ماینکرافت، هیچی هم ماینکرافت نمیدونه. اگر عرفان صفر باشه توی فیفا فوتبال، من منفی 10م توی ماینکرافت، یعنی در این حد در این هم ارفان جون خیلی خوش اومدید، دمت گرم که اومدید، دمت گرم که دعوت کردی، قربونت برم. قشنگ این کاری کردی که آبرو من بره تو یوتیوب دیگه. نه بابا داداش فوقش دیگه، آخر میشی 6 تا گل هم میخوری، مجازات هم میشی دیگه، آخر میشم مطمئن باش. اصلا مهم بچه اصلا عدد و رقم مهم نیست، اومدیم لذت ببریم فقط. آره بابا کیفشه. ارفان جون صحبتی داری یا بریم سراغ ویدیو؟ بریم سراغ ویدیو. بچه ها بیش از این وقتتون نمیگیریم، بریم که با هم دیگه بتره کنیم، بگیم که لایک و کامنت هارم بتره کنند. آها لایک و کامنت هم بتره کنید، ده امتیاز اول ده امتیاز بچه ده امتیاز بدید. من از فوتبالش که نمیتونم امتیاز بگیرم، از لایک و کامنت زیاد میتونم امتیاز بگیرم. 1000 تا کنید کامنت ها رو، لایک ها چقدر؟ 5000 تا لایک ها، 5000 تا لایک کنم بزنید دیگه، لایک رو بزنید ناموسن، حداقل ده امتیاز بگیرید، ده امتیاز رو بگیر عرفان. و قوانین هم که میدونید، اگر نمیدونید و بار اولی که دارید این فصل رو میبینید، حتما قسمت اول رو ببینید که توضیحات قوانین رو کامل توی قسمت اول دادم. دیگه بیشتر از این وقت توسونه میگیرم. او عرفان عینک رو میذاره، یک دوسته برو بریم. خب ارفان جان عینک انرژی تو دوست دارم علی، نه عینک که در آوردم. آره بابا برو بریم انرژی تو دوست دارم. وقتی گل زنی میتونی عینک رو تو بزنی، برای براشون هم میزن. آقا اصلا با این لقب عرفان که تاکسیکه این ویدیو کار داریم، من تنها ویدیویی که میخوام تاکسیک باشه. فکر کنم هر گلی که بزنم هم بزنم، اگه عرفان اجازه بده، چون امکان لفت دادن حریفا و فشار خوردن زیاده، ولی اگه اجازه بده یه تار موت بزنم دوست دارم تاکسیک باشم. ببین یا دهن همه رو سرویس میکنیم یا کارماش میخوره تو جفت کمرامون و دهنمون سرویس. من حاضرم دهن همه رو سرویس کنم، کارماشم بکشم. آها اوکی، برو بریم. پس تاکسیکه بچه، تاکسیک مود همین الان روشنش میکنیم. قبل از اینکه اصلا درفتو بچینیم، بذارید که بازیکنی که آقا عرفان گل فکر میکنه که اول گفتی چند تا بازیکن میشناسی، اول بازیکنی که میشناسی رو بگو، بعد ببینیم از اونها کیو میخوای انتخاب کنیم. شاید کلا مثلا 10 تا بازیکن معروف مثلا بشناسم، 15 تا مثلا کی؟ همون رونالدو، مسی که همیشه اصلا، امباپه، همون گریزمانه، ایرانی هم که ایرانی که هیچی، کریم بنزما، از بازیکنای بارسلونای قدیم و همه رو مثلا میشناسم، اینیستا چون اون موقع مثلا پی اس بازی میکردم، نمیدونم دنی آلوز، اینا رو همه رو میشناختم اون موقع خیلی. ژاوی رونالدینیو دیگه، نمیدونم گرت بیل، میگه فکر کنم هر کسی که من میشناسم دیگه بازنشسته شده دیگه. اوکیه مثلا آیکونینا داره، روبرتو کارلوس، اینا الان آیکوناش هستن. خب بازیکنی که ولی تو فکر میکنی توی این درفت بده که این مهمه که 5 امتیاز برات ممکنه بیاره. ببین خیلی درصدش کمه که من یه بازیکن بپرونم بعد بیاد دقیقاً همون. آره خیلی درصدش، اینم نکته. آخه اون بازیکنی که تو میشناسی احتمالش واقعا که اته تنها کمک که بهت میکنم، ولی نمیگم که یه دونه از اونا خیلی میده،
یعنی میده که توی پیکا خیلی اون بازیکن رو میده. بله اونایی که زیاد به نظرت کدومه؟ من فکر میکنم رونالدوه. فکر کنم رونالدوه. رونالدو آره من دیدم. نمیدونم من گفتی کارتای مختلفم داره زیاد میده ولی رونالدو. آره کارتای مختلفی داره ولی دیگه نمیدونم زیاد میده و ایناش. خودت توی یه بارم قبلش آخه تمرینی آورد رونالدو رو میدونی؟ آره بچه‌ها داشتم بهش درفت کامل توضیح دادم تو قسمت آفلاین. رونالدو زیاد میده. رونالدو 92 آورده الان میگه که رونالدو زیاد میده. پس بزن رونالدو نوشتم که رونالدو کریستیانو الان یا رونالدو نازاریو بده قبول نیست فقط کریستیانو از اوکی. الان بگم که رونالدو رونالدو دیگه آره دیگه برو بریم. خب آقا اول بریم سراغ پنج ترکیب برتر. ای وای وای من تو ترکیب چیدن تکم هستن جان. ببین پنج تا ترکیب داده چهار تا شروور اون یکیشم ای فقط با این 5-1-2-2 میتونم بازی کنم. بچه‌ها باورت نشه 5 دفاعه. میدونی چرا من چون سیستمم اینجوریه که یا دو قرار بود گل بزنه دو مهاجمه باشه. البته دو مهاجمه گفتی کلین شیت هم چیز دیگه. کلین شیت هم کلی امتیازه. آره همین 5 دفاعه رو برد. آره 5 دفاعه احتمال کلین شیتش بالاست. آره 5 دفاعه رو برد. ببین آماده ای که 10 امتیاز از این رفیقت بگیری سر کاپیتان یا تکه باید زنگ بزنی رفیقت همون پیکی که تو انتخاب کردی برداره. نه دیگه گفتی یه عدد بعد دیگه. آره دیگه آه. یک تا پنج تو اوکی. یکی انتخاب میکنی از اینا اون عدده میشه اون عددی که باید رفیقت انتخاب کنه. آماده ای؟ حل بریم 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 خب بریم و 5-1-2-2-2-2 ترکیب آقای عرفان توی این قسمت قسمت هشتم بریم دیوار دفاعی دفاعیه 5 تا دفاعه یا ردم استادی من حاجی وای به همراه وایسا 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 زیدان آورده خدای زشته تا زیدان زیدان اصلا با واسه فیک نداشته آری کلا خب بریم سراغ مهاجم هات. ببین تو اینجا امکان داره یه دونه صورتی 99 بگیری و من برم آسمون حل منم با خوشحالی میکنم چپی انتخاب کن ببینم چپی بریم استی چپت ببینیم که بسم الله الرحمن الرحیم وایسا آبیه رو بردار 91 باریکلا بهترین گزینم بین اینا برداشتی بری سراغ استی بغل. آقا خیلی استی بدی داد به نسبت شاله که اینجا جبران کنه و یه گل سرسبد بهش همین که گل نخوریم خیلیه. آقا این چیه تعطیله ناموسا منی که هیچی سردر نمیارم این فهمیدم این تعطیله این چیه واقعا تعطیل مصفر 90 فانتاممون میده چی نه اصلا چشاتو ببند انتخاب کن خدا وکیلی ولی واسه عمو که اینو برمیده آره دیگه برداشتیم دیگه 85 خوب بود. خب بری سراغ هافک چپت. ببین الان فقط یه هافک راست زیدان خوبه امیدوارم یه هافک خفن هم این چپ به ولی یه نکته بهت بگم عرفان اینجوری که شت میده یهو گولا رو شروع میکنه دادن امکان الان داری چیز میدی مثلا روحی میدی خودمو نبازم اوکی گند نخوره آره that's right حاجی اینم بخوام خواهم چشام ببندم انتخاب کنم همون وسطیه رو بردار وسطیه رو بردار وسطیه برو بری. خب بری سراغ هافبک دفاعی امیدوارم یه هافبک دفاعی مشت بده که یه چیز جگرمون باری کلا باری کل بردار دیگه 96 رو بردار بره باری کلا کیویچ گفتم خوبه 96 فعلا خوب. ببین الان تو کلا باید تیمتو عوض کنی دو تا استی میخوام یه دونم هافبک حداقل میخواد. آها رسیدیم به کجا؟ به اون چالش ملیت. از این پنج تا کدوم میخوای انتخاب کنی که ملیت رو بری؟ از این پنج تا دیگه کدوم میخوای برای ملیت انتخاب کنی که بری؟ اولی با ملیت میخوای شروع کنی؟ آره دیگه چرا نه؟ برو بریم آخه بعضیا میگن نه بذار اول ببینیم قضیه چجوریه بعد ملیت رو بریم. ولی تو آقا آماده منم با تو فعلا این ور رو میبینم که ببینم چه کشورهایی میده بعد من میام. چرا وایس ببینم بابا وایس ببینم چرا من بازیکن ها رو ببین خیلی آسونه به نظرم انتخابش. چرا به نظر من امتحان نمیدونم من اخه دقت به بازیکن های خودمون نکردم ببین مشکل اینه فقط ملیتاشو که میدونی دیگه ها بله اولی که لهستانه اون کشوراشو میدونم وسطی فرانسه خب پس تمام دیگه فرانسه است بعد علی انگلیسو بزن دیگه الان انتخاب آقا میدونی که الان این بازیکنی که میگی ورش میداری نه فقط میخوام ازت کانفرمیشن بگیرم بگو اگه ریتینگش بالاتر از همه باشه
تو 5 امتیاز بگیری، اگه نباشه که نمیگیری دیگه. مطمئنی میخوای انگلیس رو بعد بدی؟ من پس فرانسه دارم. فرانسه پس انتخاب شماره 3 بود دیگه، درسته؟ بله بله. 1-2 به نظر خود 5 امتیاز میگیری؟ من بعید میدونم، بعید میدونم بگم. مگر 1-2-3 و بوم! حاجی گرفتم جدی، گفتم فرانسه خوب انگلیس رو انتخاب نکردم. پنج امتیاز اول رو گرفتی؟ خب خدایا شکر. ده امتیاز هم که با لایک و کامنت های شما میگیریم. آره فعلا 15 امتیاز خوبه. خب پس کمان رو برمیداریم. ملیت هم که ازش خوب گذاشتی. فقط میدونی مشکل چیه؟ اون کایل واکر 89 که بهت گفتم پستش آربیه. خب ولی متاسفانه پست آر بی نهنیم، پس اون قضیهش کنسله. یعنی اون امتیاز نمیگیریم، اینجاها باید بگیریم. چرا؟ ممکنه تو اینجاها بهت بده یعنی، ولی تو اینجا که شانس بیشتری بود دیگه بهت نمیده. اوکی بری سراغ رزرو دوم. آقا دو تا استی میخوام یه آفک ببینم چی کار میکنی ارفانا. وایسته ببینم واسه تصویرش تار شد واسه. اوه بزن بره بس که برده همون چپیه رو برده. به خدا هم که نمیشناسم بشه برده. Let's go ونپرسی اتاقا تو هاچی کارت خوب داره میده. آره دقیقا گفتم ونپرسی 96. خب بریم سراغ رزرو سوم بچه. آه این از اونه بود که دوست داشتی. اوکی هشمام. اوکی من واقعا اینا رو نمیشناسم تقریبا. همون 94 اینم باز طبیعیه. 94 من یه ریتینگ خوب داری میبری بالا. بری سراغ رزرو چهار رومت امتیاز ریتینگ رو بگیریم دیگه. هشمام وسطی کیه؟ بخونش اتو میشه. اتو راستیه چی؟ راست راستیه 94 یوسیبیو اوزیبیو کدوم رو دوست داری عزیزم؟ برات بردارم وسط یا راستیه کدوم رو برمیداری؟ من 96 رو ول نمی کنم 94 رو بردارم. پس اتو رو برمیداری؟ آره بر خیلی نابردی. من قبل از اینکه داشتم درفتو به توضیح میدادم گفتم یوسیبیو اوزیبیو جواد عشق منه، من بازیکن دوست دارم. بابا اسمشو یادم نمیمون که بعد میگفت بنویسم یه جا. خدا من چه میدونم کیو دوست دارم آخه. اوی امیدوارم دوباره بده خدا. خدا فعلا رونالدو تو هنوز خدای ریتو نگاه کن. نه تو ریتو نگاه کن. بهت گفتم قبلش ریتینگ بعضی جاها بالاتره، بعضی موقع گیم پلی مهمه و عشق همیشه بالاتر از این اعداد. بری سراغ رزرو پنجم. ایشالله که دوباره جوادو بهمون بده. هاجی تو صورتی داد اولین باره. باربی کامان باربی لیتس گو باربی. های باربی رو بردار همین وسطی. من اینو جفتشون اولین باره میگیرم، ولی خب اینو خیلی دوستم تست کنم ببینیم چنده. اوه فیک 5 خوبه. ببین الان یه دونه از اون استیاری گرفتیم، البته اینم میتونیم استی، ولی یه دونه هافک هم میخوایم. خب بریم ببین توی این 4 تا پیک امکان داری که رونالدو رو بگیریم. این 4 تا پیک نگیریم دیگه رونالدو تست شده. 5 امتیاز بود اگه بگیریم درسته. آره 5 امتیاز. بریم خب بریم واسه ساب بعدی. او نداشت رونالدو گفتی الان هافک میخوایم. آره بین اون 92 و 90 موندم. حس میکنم اون یکی رو بیشتر دوست داری. سکسی شده. نه اصلا بکنم تو کدوم دوست داری از بین 90 و 92 کدوم دوست داری؟ من 100% 92 رو دوست دارم. 100% امتیاز ریتو میخوام بگیرم حداقل. انتخاب خوبی بود باریکلا. 94 خیلی سخت شده، البته اگه دو سه تا 96 و 7 دیگه بگیری شاید. من 93 احتمالاً بگیریم. بریم سراغ پیک بعدی. خدای رونالدو رو نمیخوای بدی؟ آی حالا اگه تستی بود 10 بار میداد رونالدو رو ها. چرا اونجوری کردی؟ چی بهت داد که فرسان شدی؟ اوه 94. آره برای اون فرسان شدی یا برای اون توره کیه؟ چی اون؟ یا توره. توره. یا توره است. آجی راست راستیه چرا رنگی رنگیه کارتش؟ کارت پروموشن های مختلفه دیگه. این کارتش فرق میکنه. 94 رو برده خدا وکیلی. 94 رو برده. این یعیتاره رو من کلا خیلی دوست دارم، ولی خب این کارت خیلی بهتری هم داره 97. اوکی باربی هم هست، کارت باربیتوری هست. بریم آقا یه باربی دیگه بهش بده دیگه. آقا رونالدو رو بده ناموسن. ما پنج امتیازمون رو بگیریم. یه شانس دیگه برامون. چیه؟ هر کدوم دوست داری برده بابا. هر کدوم دوست داری. آقا شانس آخرت واسه رونالدو. امیدوارم یه بازیکنی بده که رونالدینیو رو باشه دیگه. نداد بابا شانس نداد بابا. بازم من میگم همون ریت بالا رو 90 بردار حداقل 90. کلا عرفان رفته که بچه‌ها
ریتو امتیاز ریتو بگیرم. آره بریم واسه دفاع وسط، اینجا ممکنه ریتینگ بالا بهمون بده. به به چه ریتینگ های بالایی علی، چقدر خوبه، چقدر قشنگه کارتا، چقدر بارمی. معمولا تو پنج دفعه خوب میداد، وای هی شد. بزن هر کدومو میزنی بزن، ما که اینا قرار نیست استفاده کنیم. میخوای استفاده کنی؟ شاید یو استفاده بازیکن نده باید استفاده کنی. اصلا وای استفاده استفاده گفتی که توی ریز جزئیاتش میتونم از دفاعش هم استفاده کنم، البته با اینکه بله. عدداش به سختی خونده میشه. این 82 دفاعش چنده؟ دفاعش 84. نه چپ چپیه 84. راست راستیه چی؟ 85. خب بردار دیگه دوش همینا بر. کیلینیو برمی‌داریم بریم سراغ سیبیه چپ. بابا تو رو قرآن حاجی، رفتیم تو سرپاینی، رفتیم تو سرپاینی، دفاعمون خیلی داره بد میشه. همینو بزن، همینو بزن برم بریم ایشالله اینجا دیگه باید خوب بده واقعا. بعد از دوتا شد یه دونه بفرما بفرما. آه دستت بازه، هر کدوم عشقته برات انتخاب کنم. خب اینم آیکونه 91. بله ستا آیکون بداده شوانشتایگر آیکونه. اینم این چنده 97 و... 97 پشمام. بغلی چنده؟ بیا بغلی 88 92 89. اوکی اون 97 رو بردار ناموسه. این یک دفاع قولیه که نگو. آقا اینجا ممکنه به دفاع وسط باز بده. البته داریم میگی دفاعمون ضعیفه، 5 دفاع داریم خیلی راحت باشه. آره وای آجی چرا اینقدر درد داره میده. با داداش ناشکری نکن، خیلی همینم ندارن. 85 بردار بریم. 85 رو برمیداریم. امیدوارم یه دفاع وسط درست بهمون بده وگرنه که آها بفرما باربی اون باز نات با... نه باربی نیستش، باربی که نیست، فرش شد دیگه، همون وسطی رو بردار، تیم رو برداشتیم. این هم از این. بریم سراغ LWB، امیدوارم اینجا دیگه دفاع چپ و راستمون تعطیل. باز خوب یکیش خوبه، به مهارت های خودت ایمان داشته باش، قراره بازی رو دست بگیری. آره دقیقاً یکیش خوبه علی، یکیش خوبه. گفتم چی و چاشنی کار قرار بده. ببین یه بار گفتی که به جز ریت کلی ریز جزئیاتش هم بخون دیتیلاشو، یه رو نه اینو گفتی، بعد گفتم تو همه پوزیشن ها یه چیزی رو باید چاشنی کار قرار بدی. چی بود؟ چی بود؟ اگه گفتی چی بود؟ چی بود؟ بگو بگو علی بگو. آه تو فوتبال چی مهمه؟ مهارت. اگه نه اون که هیچی، اگه داشته باشی حریفا رو رد میکنی تو بو بندازی جلو باید چکا کنی؟ باسته. خب پس اگر اینطوره که چپیه رو برده 80 دریبلش. آره بردار دیگه، دریبل مهمه. الان توضیحات، الان توضیحاتی که دادم دریبل برای حمله مهمه. خب یه بار گفتی لا اصلا سرعت بود، ولی درسته اینم سرعتش. بابا گفتی دفاع نمیخواد که سرعت، که بابا چرا دیگه دفاع سرعت داشته باشه. بابا سرعت داشته باشه میشه اتوبان شهید اسپینازولا. آره گفتی دیدی برای مثلا استرایکر. اوکی اوکی دقیقاً. ببین اینجا ممکنه یه باربی خیلی خفن بهت بده اگر بده. ببینم چی میده. نداد ولی کارتای ناتوردیه خوبه. 86 رو برمیدارم. نه این نه ها وایسا بسا ها، این هم هست، این هم 86ه. پس هم سرعتش رو مقایسه کنیم. این 94ه، اون 93. ببین این بیشترین سرعت رو داره، این 94ه، این 92، 90، 88. پس همین بیشترین سرعت رو بردار، پس فرا نگین دفاعهای چرت و پرت رو. خب ببین الان دفاعون یه جورایی تمومه. اوکی یه دروازه‌بان مشتم بگیری کارو برامون دروازه‌بان. بابا بنازم ببین با این روشی که من درفتو میچیدم معمولا دروازه‌بان خیلی بد میره، ولی تو خیلی خوش شانسی. نویر رو برداریم دیگه، اصلا سوال نداره که نویر رو برداشتیم. اینو میشه بریم دروازه‌بان تعویض. آره نویر دیگه بابا، دروازه‌بان تعویضی هم داریم. آره تعویضی هم داریم، ولی خب شعر رو برداد. خب اینا رو هیچ کدومو نمیشناسیم، با همین عدد رو برمیداریم، همین عدد رو نشناسن برمیداریم. خب حالا اینجا تمام بازیکن‌ها رو برداشتیم عرفان، میمونه مربی. فعلا من ریتو بچینیم اول ببینیم آیا ریتو ببین 93 رو که قطعا زدی. خب آره دیگه خدای عدد بالا. خب 93 رو که زدی، اوکی 93 رو زدی، این از این. حالا ما میریم برای اینکه آیا 94 هم میشه این درفت یا خیر. نه 94 نشدش. الان ببین اینجا بالاترین بازیکنی که داریم 91، اینجا کمترین بازیکنی که داریم 92. پس دیگه تغییری نمیتونیم بدیم، همون ریت 93 واسط میمونه. پس 5 امتیاز دیگه هم اینجا بهت اضافه میشه آرمان. تو الان با 10 امتیاز داری میری سراغ بازی. چی گفتم؟ گفتی آرمان.
بابا اینقدر که میمونم و این فاز آرمان داشتی به همه داره بیمه آرمان. آره آرمان زیاده. آره اوکی. آرمان زیاده. خب بریم مثل مربی. مثل امیرهی که 206 دارن. خب بریم سراغ مربیا. آرمان ارفان جون چی انتخاب میکنی ارفان؟ میخوای انتخاب کنی اون چالش چیزه رو؟ همون ریسکه که گفتی؟ آره. نه نمیدونم. من ریسک با من نیومده. گول که نمیخوری. ولی حالا یه دونه ملیت همینجوری بگو شاید اتفاق افتاد. حالا بخوایم تست بکنیم مثلا ببینیم آیا اگه ریسک بکری جواب میده نه. بین ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، آلمان، فرانسه. حساب نیستا. فقط میخوایم ببینیم که چجوری درست میده. انتخاب انگلیس که خوب شد پس چون انگلیس خیلی احتمال بالا میده. آره عزیزم. آخه اگه نمیداد چیز میشه. ببینم بزرگ کن صفتو. وا یه دقیقه صبر کن نداد آجی من میخواستم ریسک کنم من منظورم این بود که ریسک کنم منظورم این بود که خیلی میده بیشتر من منظورم این بود که اینا انتخاب کنیم پس الان من 5 امتیاز زیر گرفتم درسته وای کاشکی ریسی کردی آجی بابا بده امتیاز دیگه عجب آدم یاسی قبول نکردی گفتی ریسک به ما نیومده دیگه چه کنی وای ولی خیلی عجیب بود چون معمولا میده انگلیسو فکر نمی کردم یه روز فیفا انقدر بهم خوش بگذاره به لطف علی کاپیتان کی باشه تو تیم زیدان دیگه ببین کاپیتان گل باید بزنه ها آها راستی گفتی امتیاز داریم راست میگی آره گفتی اول نمادینه بعدش یکی از کلا دو تا حمله داره دیگه یکیشو بذار اونی که بهتره رو انتخاب کن اینو میذارم به چیز خودت ببین اونی که خفن تره ببین با چپ راحت تر گل میزنی یا با راست این مهمه خب همین دیگه اینو تو باید به هم بگی دیگه اینو تو آره نکتهش اینجاست یه بازیکن ما داریم خب صبر کن اینو دوست کن یه بازیکن داریم که چپ و راستش فرقی نداره جفتش خفن شوت میکنه تو بگو که سامال اتو هستش تو واسه خودت خیلی بگو. سخته خب من باز اتو بازی کردم بازیکن خوبیه با این بازیکن اولین باریه دارم بازی میکنم و نمیدونم آیا خوب هست یا نه چپ و راست فرقی نمیکنه اگر هم فرق بکنه جاشو عوض میکنم اون موردی نیست فقط نمیدونم این بازیکن خفن هست یا نه بتماش کنم ولی با اتو همون که گفتی اتو قبلا بازی کردم و بذار آره اتو اوکی بذار ببینم یه کین یا ویکش 5 بودی اسکیلش او اینم ویکشه یعنی آقا این دوتا چپ و راستشون پاهاشون فرق نره یعنی همون قدرتی که بابا چپ قدرت و دقتی که بابا چپ میزنه با پا راست هم همونو میزنه خب استیاد اوکی هم ولی کاپیتان رو اتو کردیم دیگه آره پیش بینی هم بریم واسه بازی دوم درسته بازی اول هم میتونی بری ولی زیاد نگو چه زیاد بگید همین دو هیچ بذار دو هیچ آره پس دو هیچ که اگه دو تاشم ببین از نظر روانشناسی درسته ببین چرا چون یارو یه دونه بخوره میگه اوکی بذارم میتونم جبران کنم یا نه دومی رو بخوره چون اولین بازیه دیگه به قول تو لفت میدی ولش کن دو تا جبران سر الان فیفا 23 یا 24 آره این 23 24 اومده اصلا آره حاجی باربی های اینو ببین هشمو چهار تا باربی 24 یه ماه دیگه میاد تقریبا یه ماه دیگه هم بزنم تو خط فیفا دیگه علی کم کم یه کلاپ بابا برو برین تمومه خب یارو استوب کرد چرا به خاطر اینکه یه سری بازیکن میخواد بیاره تو اوه یا ابوالفضل رونالدینیو داره یا رونالدینیو شاور تو اصلا خودتو نواز علی جان خودتو نواز من مثل ما عرفان ها راستی فوت همو بزنیم ها همو بزنیم الان گل زدم هم بزنم بزن داداش گل زدی یارو بزن علی وای یا اول فاز همو بزن همو بزن البته اینو بهت بگم همو میزنیم فشاری میشه اینا امکان لفت دادن اون روانشناسی به فنا بزن بره بیرون بابا با کی گل زدی الان با همون کاپیتان اتو اصلا دقیقاً با تو همین انقدر طول کشید دارم سعی کنم علی تو خدا دومی علی وای نخور فقط هر کار میکنی نخور آره فقط گل نباید بخوریم خیلی حساسه که صفر بستیم گل نخوری یا ابل فاچ وای نوپ چطوری حاجی هیچ وقت واسه فوتبالم چه استرس سگی نداشتم من میشه وای شمام وای چه جوری میگیری فکر کردم میتونه با علی زلزله و عرفان تاکسی رقابت کنه وای یا ابل وای علی با چیز بود وای با کاپیتان بود حاجی وای من نفهمیدم
چجوری توپ رفت بیرون. من الو رو گرفتم بیرون پا بزنه، حتما یادم بندازین گل رو ببینیم آخر بازی. وات دی فاز. الان فقط بعد وقت خوشی کنیم. نخور علی. علی فقط بعد وقت خوشی کنیم. فقط وقت خوشی کن. حوصله سر نمیره وقت خوشی کنی؟ نه داداش از خودت بگو عرفان. از کی علی جون؟ از کی یوتیوب رو شروع کردی؟ علی جون من تقریبا 3 سال پیش شروع کردم. داره 3 سال کامل میشه. 3 سال پیش. به به. تو استریمو کی شروع کردی؟ تبریکم واسه میگم عرفان به تازگی 100 هزار تا هم رد کرد و لوح خوشگلش. کجا میخوای بزنی اون لوح؟ پشت دیگه بغل گیتار. آره جا هست. آره گیتار میزنی؟ نه زیاد، قبلا میزدم. آ قهرمان شدی بعد یه گیتار بزنی یه آهنگ برامون بخونی. بابا قبوله؟ اونم یه کلاسیک میزدم، اصلا نمیخوندم هیچ وقت. میدونی چه آهنگی هم باید برام بعد بخونی آهنگ رو؟ عشق تو عشق تو دروغ بود دیگه رو. من تو ویدیوها خوانندگی زیاد میکنم ولی با ساز نه، بی ساز میخونم. حالا هر جوری دیگه. خواننده ایرانی مورد علاقت کیه؟ رپ گوش میدی؟ من آره. چی گوش میدی؟ آقا ای والا اولین مهمونی هستی که داری از من سوال میتونی. همیشه من از مهمون، من بیشتر طرف مثلا زد بازی و بهزاد لیتو اینجور سبک گوش میدم. ای ما دیگه نمیتونیم با هم همکاری کنیم. ایوا چرا؟ رضا پیشرویی؟ پیشروفن تا رضا پیشرو هم دوست دارم. دادپوری پاپولوژی. من راستش ببین لیتو هم گوش میدم بعضی آهنگاشو. تتلو علی چرا اینقدر تو دروازه ما این پس چیکار داری میکنی؟ آش یارو پرس روشن کرده، نمیبینی؟ استرس داره بابا. اینجوری تو کجا؟ بعد گل نزنی ها. میتونم گل بزنم دنسویچو بازیکنش آورده جلو. نه از خب علی نباید گل بزنیم. علی خب گفتی بس خواننده مورد علاقت رضا پیشرو. رضا پیشرو از همه تتلو. به نظرم فکر کنم تاپ یکم رضا پیشرو باشه، دو مثلا تتلو باشه. این دوتا برام در یه سطح هم. رپ جدید مثلا من تتلو گوش میدم، ولی مثلا آهنگاش همه خیلی گوش میدن. هر کی هیترش هم از گوش میده. من هیترش نیست مثلا بعضی از آهنگاش که من کلا چون خودم آدم میگم که فوش اونقدر نمیدم. آره ولی درست بهزاد لیتا هم فوش زیاد میده. نه اندازه همین تتلو. تتلو یه لول دیگه میده. ولی مثلا آهنگ اون آهنگش که میگه چی یه چیزی میخوام بهت بگم در حد بگله عذیت. آره این آهنگش مثلا اینجوری شو دوست دارم. آره دقیق. نه نوازش نبود؟ نه هر وقت بود دیگه. آره نوازش بود، نوازش بود. هر وقت که بود تتلو بود. نه 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 بابا یه لحظه حواسم پرت شد. بابا یه لحظه. آره نوازش یک. آی خب آره دقیقه نوازش. آقا اکسپیکتد گلی صفر بنده خدا. یه دونه شوت هم نزده. شوت نداشته دیگه. نه یعنی اکسپیکتد گل یعنی اونقدی که باید گل میزده. انتظار گل ما از 6 تا یک. آره 1 و 8 باید گل میزدیم که 2 تا زدیم. علی الان بازی رو تو هیچ چیز کنی 28 امتیاز داریم. آره 28 25 دقیقه دیگه. وای من برام هر چی بخوای میخونم، فقط چیز کنم وقت خوشی رو ادامه بده. خب برو بری. آها استریم هم راستی میکنی عرفان؟ نه هنوز شروع نکردم. تا حالا استریم نکردم. یعنی تا حالا استریم نکردی؟ تا حالا نه. با فرناز چند بار تو استریم هم بودم فقط. آره آره فرناز هم که هستی استریم هم میای. بعد چیز چی؟ استریم هم که طبیعتا استریم های فرناز میبینی دیگه. استریم خاصی میبینی؟ نه استریم نمیبینم کلا. استریم کلا نمیبینی ولی ویدیو یوتیوب اینا زیاد میبینی درسته؟ معمولی. یه سوالی که از همه میپرسم میخوام از تو هم دوباره بپرسم ولی خب جوابشو میدونم چیه. تا حالا شده یه جایی یعنی یه مقطعی از کریر یوتیوبیت بگی آقا من دیگه اصلا خسته شدم؟ خیلی کم بود تا مدت یا اول فصل. نه بگی نه نه گوش کن بگی من خسته شدم دیگه اصلا نمیخوام یوتیوب کار بکنم. نه آها اینا همه بچه‌ها هم همینو گفتن. چیز جالب راجع به یوتیوب من شغلم خیلی دوست دارم. بعد برای من خیلی رندوم بود شروع کردن یوتیوب. بچه‌ها آها راستی همینو بگو چجوری شد من سال کنکورم بود داشتم درس میخوندم. درسم خدای خوب بود. همین کتاب فیزیک داشتم میخونم نقدمه. بعد وانگهی کتابو بستم اینستا رو وا کردم یه لایو دیدم. اسکیل ویدو میشناسی امیر عباس؟ آره آره آره. لایو گذاشته بود که تازه به درآمد رسیده تو یوتیوب و تو ایران تونسته درآمدش رو نقد کنه و فلان. بعد گفتم حاجی چه جالب، یعنی میشه مثلا ما همین کارو کنیم. بعد من خیلی آرزوم بودم بازی کردم مثلا بتونم پول در بیارم چون عاشق بازی کردن بودم. وای علی 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 داری استرس میدی بهم. علی بسازی باش خطا کردی. آره دیگه اینطوری شد. من همین رندوم دو سه تا ویدیو با گوشیم گرفتم گیم پلی موبایل و چرت و پرت اینا روش حرف زدم ادیت کردم گذاشتم.
خیلی عجیب علاقه من شدم به این کار. بعد دیگه از اون روز هر روز ویدیو گذاشتم دیگه، تجهیزات خریدم، کار قبلیمو ول کردم، درس رو ول کردم، همه چی رو ول کردم. پس قبلش کار میکردی؟ آره من شغلم هم خلاف بود، بچه‌ها میدونم. آره اسلحه گازی و بادی میفروختم اون موقع تو ایران، خب جرمه دیگه. من بچه بودم چقدر عاشق این اسلحه‌های اینجوری بودم. آره من الان عاشقشم. علی به جون مادر. وای بیستاش امتیازم روانشناسیت کجا بود پس ارفان؟ بابا روانشناسیم درست بود، تو چرا گل خوردی؟ اد نرده داشت فده یه تایمورد، بیستاش امتیازمون که از دست رفت. ولی حالا باید بریم گولای بعدی رو بزنیم بره امتیاز. آره دیگه دقیقا اختلافه رو زیاد کن که وای وای علی وای وای حاجی سر رفت رو مخم اون گوله رو خوردم بعد از سر نه نه هم میزنه برامون ناکن حقمونه اگه بزنم دیگه آقا حقمونه آره میزنه وای علی حاجی فکر کن یارو استوب کنه لف بده میزنیم روش میزنیم علی موده تو آن کن آخارگانه ببینم باری کلا باری کلا آخارگانه ببینم نه متاسفانه دیگه گفتم فعلا گلو بذاریم دیگه هم نزن دیگه داداش دیگه نزن فعلا نزن داداش فعلا نزن فعلا اوزا خیته نزن فعلا اوزا خیته بعدی رو هم بزن خدایش بعدی چشم بگیر دیگه تو پاو باری کلا باری کلا برو گل با کاپیتان بزنی خوب میشه بابا دفاعش خیلی خفنن لام آره اسمش اینه ما 5 تا دفاع داریم این با 3 تا دونه چند تا است دفاعش نه 2 تا دفاع وسطش خیلی خفنه یا ابوالفز یا ابوالفز یا ابوالفز حاجی خوب بازی میکنه هر چی میزنی بهت پس میده باز هم زد کسافت انتر این بازی همینه دیگه هم بزنی هم بکنی فشار میخورم آیدیشو پیدا کن بریم بالا سرش من تو دنیای واقعی دیل میکنم آفساید 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 سکته نکن آفساید نه نه اون لحظه که اومد گلشه اصلا تصویر بر من تار شد چیز شد رفت خدا داشته گلزه به سکته نرسید وای هجی رفت 120 دقیقه با اون بازی اول یارو چرا اینجوری شد؟ حاجی تو دقیقه 60 یارو تکون نمیداد. مرد حسابی دو تا زده بودی. این توپو میگرفتی دستت نمیدادی بهش دیگه. اکسپکتد گلش تو رو قرآن داشته باش. کو. سه تا شوت داشته، سه تا گل زده. با زیر یکه یعنی یه دونه گل هم این نباید به ما میزد. آه وای. میشوتی دیگه. کاپیتان نشوته برات گلو گل شد کاپیتان نه هم بزنم این انیمیشن کوفتی PS5 آه هم نزنم اوکی. نه بابا ما این سوسول بازی نه ولی بعدی رو زدم هم بزنم بعدی رو هم بزن دو تا پشت هم داره خودش میگی آج یادم تو من پس قدیم زیاد بازی میکنم 2016-17 خیلی بازی میکنم توی 2016 یادمه هیچ کس به صورت گرت بیل نمیتونست برسه بابا چه روبری بود به منزل رو ریبان مگه بسکتبال رو ریبان گل میزنه علی خیلی خوب دهنتو داره سرویس میکنه یارو واقعا اصلا آقای فردوسی پور من صدای شما رو نه الان دارم وای آقای فردوسی پور چطوری اینو بلاک کرد آقا خیلی دیگه داره استرس بهمون میده این من واقعا دیگه کمرم شکست من سر هیچ ویدیویی سیخ نشستم تو دارم سیخ نشستم وای رفت نیمه و دوم وقت اضافه عرفان ممکن علی... واسه اولی مار بازی اول توی پس ببازیم چرا ببازیم داداش مساوی بشه چی میشه دوباره میبازیم اعتماد داره ببازیم بی خود کردی اعتماد داره نظر به پنالتی برسه خدا وکیل علی بازی اولا نبازیم حداقل دومی رو ببازیم حالا باخت تو بازی دوم داشتی؟ آی همون زد برامون ای خدا حق مونه تو یکی حقته بهت گفتم
بهت گفتم این همه چوبش میخوره تو جاب کمرامون، ساد داره میخوره تو کمرامون. آجی کارمای کندگوزی ما. خیلی اوزا واقعا اوزا خیت شد. وای بزن. وای وای چه دور کرد رسید به رونالدینیو. وای خواهد وقت کشی کنه. یه حقم داره دیگه، ما از دقیقه 40 داشتیم آره وقت کشی میکردیم. وای ما دقیقا داشتیم همین کار رو میکردیم، چوبشو بد خوردیم حاجی. نه نه جوان مردانه نه ارفان علی جدی بازیم وای دو هیچ چلو بودی تو. تموم شد علی؟ تموم شد جدا؟ حاجی باورم وای من باورم نمیشه. قرار بود بازی که رکورد امتیاز رو بزنه، بعد بازی اول رو باختی و واقعا تقصیر توه، واقعا تقصیر توه که من آخر حاجی خداییش تو مچفک تو ببینی مچفک باز تغییری کرد یارو. بازم ما باید بازی رو میبردیم با اینکه 5 تا گل خوردیم. 3-9 به 2-6 بودیم. من در پارت 2 درافت برمیگردم. و انتقام این روزا رو اصلا نیازی آقا 10 امتیاز نه 10 امتیازی که وایسا 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 الان امتیاز ازت کم میشه. دو تا گل کم چی کم میشه؟ تو گل خوردی هم من کم بشه؟ یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ بذار ببینم. نه وایسا سه تا گل با اتو زدی 3 امتیازه، یه گل از یه امتیاز ازش کم میشه بخواد تفاضل گل. 2 امتیاز دیگه میگیری. 12 امتیاز. خدا به شکره 12 امتیاز گرفتم. 10 تا از دکو کامنت های شما اونم نذارید دیگه بچه، راحت باشید ارزش. وای 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 ازش خیلی خندیدم ولی دقیقا بیشتر میدیه که خندم گرفت و چیزو در این ویدیو بود. علی اون چیز که اول ویدیو گفتی کار با کمرمون رو میزنه به خدا کمر جفته بود اینجوری خورد. ابلفز نصفمون کرد با شمشیر. اصلا یه چیز آقا تاکسیک نباشید. دیدی آره عرفان لقبش میتونه ولی من واقعا تاکسیک بودم. دیدی من فنا تاکسیک نیستم. تو گفتی امروز تاکسیک باشی. من راستی اصلا لقبت هم بگو اینجوری خود برای چی اصلا تاکسیک رو انتخاب کردی؟ تو میگی تاکسیک نیستی. اول که کانال رو زدم خب دنبال یه اسم لقب بودم، عرفان مثلا فلان. خب من فامیلیم تاجیکه. خب بودم یه چیز هم گفتم تاکسیک خوبه ها، مثلا زیادم نداریم تو یوتیوب، فقط یه تاکسیک گرل هست مثلا، چون تاکسیک رو بذاریم موقتا مثلا رسیدیم به 100 تا دون حساب عوضش میکنیم. الان به 100 کو هم رسیدیم منو عوضش نکرد دیگه، موند روم دیگه. دیگه موند روز دیگه. پس آدم تاکسیکی نیستی فقط تو ویدیو تا... ولی سم بازیای خودمو دارم به نوبه خودم، حالا آشنا میشی باشه. آقا دم علی جون ازت متنفرم، تو بدترین پلیر فوتبال. واقعا به دق میدم، خیلی بد بازی کردم و واقعا نه بابا نه مثلا 28 امتیاز پر شد از بچه شما شاهد بودید آخر اول شدی. من خوب داشتم چیز میکردم، خوب داشتم کار میبستم با اینکه هیچی بلد نبودم، علی خرابش کرد دیگه. شما تو کامنت قضاوت کن واقعا علی خیلی خوش گذاشت. آقا این درفتت تکرارم داره چی؟ مثلا میخوای دوباره درفتت تکرارم میکنی این سری رو دوباره؟ سری که تکرار نره ولی میتونی مثلا یه درافت دیگه همینجوری بعدا بگیری. من هر وقت خواستم سر رفت میام یه درافت بگیرم. تمام آقا پس ویدیوهای جدیدم و عرفان داریم. بچه آقا اگه دوست دارید علی بیارم تو ماینکرافت درش همینجوری سرویس کنم پیشاییش کنم بازی اول ماینکرافت به بازی بهت میگم چه جوری. حالا آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید. عرفان جون صحبت پایانی چیزی داری؟ خیلی ممنونم بازم که افتخار دادیم. خیلی خوش گذاشت. شرمنده هم که باختیم. انشالله بیشتر یاد بگیرم که در کنار علی بتونیم بازی بهتری بهتون ارائه بدیم. قربونت برم. دمت گرم بازم. خیلی خیلی ممنونم بچه. امیدوارم دیگه همیشه هم که قهرمانی نمیشه. الان این 8 قسمت 6 تا بله بازی اول باختن خیلی دیگه. بله. عذاب 8 تا فصل تا الان 8 تا فصل 8 تا قسمت تا الان اومده فصل 3 که 6 تاش قهرمان شدیم، 2 تاش درس این اپیزود میدونی چیه؟ درس این اپیزود تاکسیک نباشیم. خیر و شر هر عمل که از آدمی سر میزند، آن عمل مزدش به زودی پشت در میزند. کارما یه جوری در خونه من و عرفان و زد که دیگه تا سالها این قسمت رو یادمون میمونه. آره دیگه این لجند شد این قسمت دیگه. آدم توی گم بازم دم توی گم که تا اینجا ویدیو دیدید لایک و کامنت هم. حالا ارفا گفتی که نسنید
بذارید. ولی بذارید. شاید خدا رو چی دیدی؟ حالا شما بذارید. شاید بمونه قصه قبلی اصلا صفر امتیاز اومد همین بازی اول دوباره باختیم و آخر نشد ارفان. انشالله برقشون بده اپیزودهای بعدی. دمتون گرم، خیلی خندم خودش خودم خیلی خندم، خیلی حال داد قربونت برم ارفان جون. دمتون گرم واقعا بچه ها، خیلی خیلی ممنونم واسه حمایتایی که میکنید، این فصل رو دارید میترکونید، دیگه چیزی نمونده به پایان فصل سوم. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم، موضوع خوبیاتون باشید، تا ویدیوی بعدی و قصد بعدی. چاکس فعلا.